به نام خداوند مهربان سلام عزیزای دل شامتون به خیر امید است که جور و صحتمند باشین و لباس آفیت بتن داشته باشین و از یک زندگی خوب خوش را در کنار هم سپری بکنین با صحت سلامتی همه شما عزیزا برنامه امروز خودم آغاز می کنیم خب در قدم اول باید بگوییم که هوا روز برو سرد شده می و کوشش کنین که خودتان طفلا لباس های که نسبتاً یعنی زمستانی است بپوشانین تا گرم سرد نشن یا تغییر تبدیل هوا خدای نخواستن مریض نشین و همچنان از گرد خاکی که در مو فضا یا در محیطی که زندگی می کنیم زیادتر است حالوده است یک که جلوگیری بکنین در بیرون نمانین شب خاطر ازی که سهتمند باشد تا همیشه شما دچار مشکل نشین دوسته عزیز یک که جلوگیری بکنیم خوبتر است خب هجزای دل امروز هم بر شما پودین آماده کنم ای که زیادتر تماس گرفته بودن و از ما خواهش پودین کرده بودن که اصلا پودینگ است دوست دوستا ولی ای که آمیانه است ما پودین میگیم پودین میگیم و اون نام پودین گفتم تا عزیزایی که با می نام آشنا هستن اونا هم درک کنن احساس بکنن که بله استاد در برنامه بر ما پودین آماده کرده خب مواد لازمیش از دوست عزیز شیر خشک یک و نیم گلاس و همچنان دوست عزیز بوره یک و نیم گلاس تخم مرغ چهار عدد وانیلا در حدود یک قاشق دوستا میتونین از پودر هلم استفاده بکنین همچنان از رنگ غذایی میخوایم رنگش تغییر بتون دوستا و مقدار لازم استفاده کردیم از رنگ سبز رنگ غذایی است که شما میتونین در غذا استفاده بکنین رنگی است که بدون ضرر است یعنی مضر نیست شما میتونین در غذای خود استفاده بکنین خب دوستا عزیز در قدم اول میخوایم شیر خشک ایره به شکل مایه آماده کنیم شما میتونین هم از شیر مایه هم استفاده بکنین خب یک مقدار آب که در حدود یا یک گلاس یا یک گلاس دوست عزیز آب نیاز است را داخل یک دیک اضافه میکنیم و شیره می خواهیم که بجوشانیم بله به این مقدار آب اضافه کردیم و خب شیر دو اضافه میکنیم داخل همی آب و ایره خوب با هم مکس میکنیم تا مکزاریم شکای سایستا جوش بخوره کم کم شیر داخل آب اضافه کرده و خوب مکسش میکنیم تا که کاملا شیر به شکل غوره غوره نمونه دوستا و یا مکس شوه کاملا خب ما از شیر خشک به خاطر گرفتیم دوستا که مزیش خوبتر میاد نسبت به شیر تازه اگر شما دوست دارین دوستا از شیر تازه هم میتونین استفاده کنین که باز اکثریت ما باز شیرینی هایی که از شیر خشک آماده کردیم دوستا بعدا تماس گرفتن یا پیام ماندن که ما میتونیم از شیر تازه استفاده بکنیم شما از شیر خشک استفاده کردین بله شما می میتونین از شیر شیر تازه هم استفاده بکنین یعنی شیر مایه و از شیر خشک هم میتونین که استفاده بکنین ببینین شیر خشک است با پس شیر به دوباره به مایه تبدیل کردم توسط همین آب که داخل دیک اضافه کردیم خب اینا دو سایز است میگذاریم که کاملا بجوشه و نیم گلاسش دو عزیز یعنی کم شود در حدود یک گلاس باقی بمانه بله خب شیر کاملا دو های عزیز مکس شد خب پودینی که امروز آماده میکنم داخل از این دیش آماده میشه دوستا یک دیش ها که بسیار خوب سرپوش منظم انشالله باز خواهد دیدین که به چه طریق داخل از این و داخل آب جوش آماده میشه و یک چیز باید یادآور شوم که خارجی هایی که از این استفاده میکنن به نام کرمبل که نام انگلیسیش هست ایدی شیرینی را مشناسن اونا زیادتر استفاده میکنن و ما شما به نام پودین مشناسیمش استفاده میکنیم خب دوستا یک تخم پزی دیگر بالای حرارت میمونیم و حرارت شام روشن میکنیم و یک مقدار بوره اضافه میکنیم انشالله خواهد دین که بوره که مداخل داخل تخم پزی اضافه میکنم هیره چی خواد کردیم خب یک بله به می مقدار یک کم دیگه هم اضافه میکنیم که تقریبا در حدود 6 قاشق دو بوره میشه و به اندازه یک سه قاشق هم آب اضافه میکنیم بله به می اندازه آب اضافه کردیم ولی بله این خوب شور داده میریم خب حرارت شیر اگر اندازه کم می سازیم که شیر سر نره و بورر دوست عزیز باید به شکل آب شوه فکر کنم که بوریش یک اندازه کم است به اندازه یک دو قاشق دیگه هم اضافه میکنیم بله به می اندازه کفایت میکنه خب بوره کاملا دو ساب غلیز ولی باید نسوزه یا رنگ نسواری را به خود نگیره خب آبش بسیار کم باشه دوستان خب بوره اضافه کردیم یک مقدار آب دوستا که در حدود دو قاشق یا سه قاشق غذاخوری آب میامد بالای بوره اضافه کردیم تا کاملا بوره دوستا آیسه ایستا, آیستا خود نرم کنه یعنی آب بسازه و غلیز شوه و پس دوباره به شکل شیرینی قاخی که آماده می کنیم باید به با او شکل آماده شوه که انشالله ایستا آماده می و بعدا باز ما یک مقدار از رنگ غذایی رو برش اضافه می و ایره میخواهیم که رنگ رن برش بتیم خب باید متوجه هم باشیم حرارت دوستا و قدر بلند نباشه که نسوزه خب دوستا عزیز تا که بوره کمک غلیص میشه یک وقفی کوتاه داریم دوباره برمیگردیم و با ما باشیم مواد لازم پودین شیر خشک یک و نیم گیلاس بوره یک و نیم گیلاس تخم مرغ چهار بیزه وانیلا یک قاشق آب به مقدار لازم رنگ غذایی به مقدار لازم خب به ادامه برنامه خوش آمدین تشکر از اینکه که با ما همراه بودین و یک سلام خاص خدمت حوید حیزایی که بیرون از افغانستان بنامه را تماشا میکنن و زنده و سلامت باشین هر که هستین خوش و آرام باشین بوره دو سازیست ببینین که به این شکل شد باید همین شکل به خود بگیره خب حالا میخوایم که از رنگ غذایی استفاده بکنیم یک اندازه ببینیم در قدم اول تا چی حد رنگ دلخوای ما را به مو اندازه آماده میسازه یعنی فکر میکنیم که یک کم دیگه باید اضافه بکنیم و بله هر رنگی را که دوست دارین دوست عزیز شما میتونین که به مور رنگ های خود آمادیش بسازین بله خب شیرینی ما آماده است یعنی شیرینی بوره دیش میگیریم دوست عزیز و یک اندازه از خب داخل دیش اضافهش میکنیم در تمام قسمت های دیش باید دو عزیز به این شکل همه شیرینی یا بوره آب شده باید برسه ببینین به این اندازه ولی بله را میگذاریم کنار که کم سرد شوه بله سیر جان یک تصویر از داشته باشیم که تا خوبتر بینید ها ببینن خب میریم سر اصلی مواد دوست عزیز که ما استفاده میکنیم تخم مرغ چهار عدد داخل یک ظرف جداگانه به این شکل مشکنانیم و بوره را اضافه کردیم میگذاریم کمی سرد شوه چهار تخم مرغ بله یک اندازه بوره دوستا به مقدار لازم که زیاد شیرین هم نشه و زیاد بله اما یکنیم گلاس بوره را که در نظر گرفتیم دوستا او را تمامش اضافه کردیم و خوب با هم مکس میکنیم تا که کاملا بوره باید حل شوه با تخما و همچنان وانیلا را اضافه میکنیم امراه تخم دوسا وانیلا دوسا عزیز پیدا کردنش کار ساده است در تمام دوکاکین است حتی ده هایی که دوکان های لوازم آشپزی یعنی وسایل ببخشین مواد آشپزی دوستا عزیز از مسالاجات شما پرسان کنین نام وانیلا هست شما میتونین که از اموجا شما در دسترس خود قرار بدین یعنی کار دشوار نیست پیدا کردن وانیلا خب دوستا وانیلا خوشبوی بسیار خوب و طعم بسیار خوب را برای شیرینی شما می و شما می توانید از او در های خود هم استفاده بکنین خب شیر سرد شده دوستا یک و نیم گلاس آب اضافه کردیم که در حدود یک گلاس باقی ماند یعنی در سر جوش دادن بالای تخم اضافه کردیم و خوب مواد با هم مکس کردیم کاملا دوستا باید مواد مکس شوه هم. همراه شیر خوب تخم باید مکس شوه خب دیگه را که بالای حرارت ماندیم دوست عزیز یک مقدار آب اضافه میکنیم از دیش آب بالا نباشه دوستا فقط یک اندازه آب بسیار کم به این اندازه باید باشه بله ها ببینین دوست فقط به این اندازه آب باید باشه خب سر بندیم هر بله روشن کردیم و تا که یک اندازه خدا آیست جوش بیاد. یک اندازه گرمی که کاملا جوش باید دو سا آب باید جوش بیا ده آب جوش باید آماده شوه یا پخته شوه خب کاملا بوره هم قاق کرده ببینید دوست سا عزیز که بوره ایره که با رنگ سبز ما یک کمه که رنگ زدیگه میشه کاملا سرد شده خب حالا ما میخواییم که مواد مکس شده را بالایش اضافه بکنیم دوستا بله خب تخم و شیر بوره و نیلا را که ما مکس کرده بودیم داخل از این دیش دوستا عزیز بالای بوره اضافه کردیم فقط سرپوش را باق... اه... اه... بالایش مکس داریم دوستا و آب را که ماندیم فرق نمی کنه. اگر آب هم باشه دوستای زیز فقط دیش ما داخل آه که باید از این قسمتش بگیریم که درست دست ما داخل دیک جای شوه و آب را دیدین دوستای عزیز که در نیمه از دیش قرار داره یعنی کاملا آب در قسمت های بالای از یا دا داخلش باید آب نره فقط سر بسته کردیم دوستا به این شکل و داخل آب ماندیم و بالای حرارت سرشمی بندیم و آب جوش میاد کاملا در دا داخل همی آب پخته میشه یعنی در مو آبی که جوش میاد در سر از مو دش داغ می یعنی گرم میه و در سر از مو خدا سخت میکنه کنه با مو شکل دیگه فقط شما هم امید است که دوست عزیز تا ایده برنامه را خوب تماشا کرده باشین حجزایی که خواهش آماده کردن پودین از ما کرده بودن اونا هم برنامه را دیده باشند و مشکلی که در قسمت طرز تهیه و یا آماده کردن پودین داشتن مشکلشان حل شده باشه و این که انشالله بخیر بعد از پخته شدن به چه شکل دوباره ایره میکشیم روی بشقاب ایر هم دوست عزیز انشالله می بینیم خب دوست عزیز فقط دیشه ماندیم بالای حرارت که سا آماده شود و ما هم را گرفتم میریم به طرف دیش و دستشوی ببخشیم تا زمانی که پودین ما آماده میشه دوست عزیز وقتی کوتا و دوباره در خدمت شما مواد لازم پودین شیر خشک یک گیلاس بوره یک و گیلاس تخم مرغ چهار بیزه وانیلا یک قاشق آب به مقدار لازم رنگ غذایی به مقدار لازم بازم خوش آمدین دوست عزیز ادامه برنامه است و غذای مام یعنی شیرینی که آماده کردیم پودین آماده است دوستا میخواییم با نارنج یک القه تحصیلش بکنیم ولی قبل از اون میخواییم که پودین دوست عزیز دیشه که داخل آب مانده ایر از داخل آب بکشیم شد و بله هر چه خاموش کردیم دوست عزیز و آب هم دیگه تقریبا رو خوش شدن است خب اصلا ما با او آب کار دیگه نداریم فقط کار ما اینجاست سیار جان می که از نزدیک هم تصویر داشته باشیم ببینید دوستای زیست که کاملا خوده سخ سخت ساخته به این شکل ببینید yeah. خب فقط سر، سرپوش دور کردیم و نارنج یک الگم می خب به این شکل هسته بله خب خستایش دور می سازیم ازش می تونین اگر لیموی سبز باشه هم می دو دوست عزیز که تزین بکنین یک پشقاب را که نسبتاً هموار باشه دوست در نظر می گیریم خب اول با کاردی که به این شکل هموار باشه دوست عزیز قسمت های بغل پودین از دیش به این شکل جدا میکنیم که میشه با دیش چسبیده باشد دوست عزیز بسیار براحتی ببینید کاملا جدا شد و سرپوش دوست عزیز به این شکل یعنی بشقابه روش قرار میتیم و به این شکل ایره جدا میکنیم هایسته بله بسیار مقبول و خب و از نارنجی را که حلقه کردیم دوست عزیز در این قسمت قرار میتیم کار ما هم تمام شدک امید است که خوش شما آماده باشد پودینی که آماده کردیم هر رنگی را که دوست دارین دوست عزیز شما میتونین که استفاده بکنین ما هم دستای خود یک بار آبکش میکنم و تشکری از میکنم از کسانی که بیننده بودین از تمام شما دوست عزیز که ما را همراه بودین تا دقایق اخیر برنامه و پودینی را آماده کردیم هنوز گرم است شما باز بگذارین که سرد شوه مزیش خوبتر میشه و شما میتونین به میشکل دوست عزیز زمانی که سرد شد پودین رو جان بکنیم خب تشکری میکنم از عزیزایی که پیام گذاشتند و یا چنان تماس گرفتن برادر بسیار خوب ما خلیل جان از کارتی سه از ضمن سلام تعریف توصیف هم از برنامه کردن بسیار زیاد و از ما خواستند که نیکباب برشان آماده کنیم در یکی از برنامه ها آماده میکنیم منتظر باشین به خاطر از اینکه برادر عزیز فرمایشات زیادتر است به اساس نوبت ما هم در برنامه به نظر میگیرم برنامه شما را و آماده میکنم و همچنان بینندی خوب دیگه ما زینب جان از قرغه بسیار تعریف کرده از برنامه و همچنان سلام گفته بر خودم بر تمام کارمندان برنامه بخش بخش بی, بی و گفته که اگر زحمت نمیشه میتویی بر ما آماده کنین در برنامه که انشالا بخیر ما دو, یا دو, را در برنامه در نظر گرفتیم آماده میکنم و همچنان فرزانه جان از ولایت زیبای بغلان بسیار تعریف کردن از برنامه و گفته که سلام خدمت خودتان باشه استاد خان علیکم سلام و گفته که گوش فیل آماده کنین من بسیار زیاد خوش دارم گوش فیله تشکر حتما چرا نی از برنامه ها آماده میکنم گرچه یک بار آماده کرده بودم ولی بازم در سر تقاضایی که شما عزیزا خواهش تقاضایش دارین ما هم بار دیگه هم آماده بکنم. تشکری میکنم از همراهی شما عزیزا که بیننده بودین و با ما همراه بودین تا دقایق آخر برنامه وقتتان صرف ما کردین زنده و سلامت باشین برنامه برنامه خود شما عزیزا هستک من منتظر نظریات پیشنهادات سالم شما به خاطر بهبود برنامه هستم دوست عزیز و در پلی از او آنچه غذای را که دوست دارین شیرینی باشه سالاد باشه سوپ باشه هر نوع غذایی که باشه شما میتونید دوست عزیز پیام بگذارین با ما شریک بسازین و ما هم تا حد امکانی که داره در برنامه بر شما به معرفی میگیرم و و بر شما تقدیم میکنم و دوست عزیز پودینی را که ما آماده کردیم خیلی دوستا تقاضا کرده بودن از ما که پودین آماده کنیم در برنامه و هم برتون میگم که خارجی به نام کرمبل این غذای و یا شیرینی را مشناسن ما شما به نام پودین مشناسیم باشه که ترس بسیار ساده بود و که شیر خشک بود از که تقریبا یک ونیم گلاس شیر خشک یک یکونیم گلاس آب خوب حل ساختیم و یک مقدار بوره را دوست عزیز حلایده داخل یک ظرف دیگه یک دو قاب اضافه کردیم ماندیم که خوب سر قیام بیا بعدا یک کم از رنگ غذایی استفاده کردیم که رنگ سبز و او را داخل دیش رو بعد از قیام شدن اضافه کردیم تا کمی خود قاق بکنه چهار عدد تخم داخل یک ظرف شکستانیم و شیر که یک کنیم گلاس بود در سر جوش شدن به یک گلاس برسه باید و بروی باقی مانده شب داخل چهار تخم اضافه میکنیم خب با هم مکس میکنیم با وانیلا به خاطر خوشبویش اگر خواستین که ایل استفاده بکنین ایل در شیر خوب بجوشانین بعد از او با شیر صاف بکنین دوستا از جالک و یا شیر صافک تیر بکنین شب با این شیر کم سرچا با تمام مواده که تخم و شیر و وانیلا است و و ایرا مکس میکنین و و داخل همو ظرفی که بورر اضافه کردین اضافهش کنین و دیگ دیگ دیگه, دیگه کم آب مندازین آب بجوش به همی با سرپوشش داخل آب جوش بگذارین و سرشبسته کنین تا زمانی که شکلی که دیدین دوستا به این شکل آماده کنه و شما میتونین که داخل یک بشقاب چپیش کنین و, و به این شکل دوست عزیز آماده میشه خب بود برنامه امروز تقدیم کردیم تا برنامه بعدی خداحافظ